این نکته رو باید توجه بکنیم که وضو گرفتن یک عبادت بزرگ هست. در کتاب من لا یحضر الفقیه روایتی هست در باب شیوه وضو گرفتن امیر المؤمنین علی علیه السلام که بسیار قابل توجهه. حضرت به محمد ابن حنفیه فرمودن ایتینی به ما این اتوضع، آبی بیاور که وضو بگیرم. وضوعی گرفتن و در آخر فرمودن هر کس اونگونه که من وضو گرفتم وضو بگیرد و این جملات رو که من گفتم بگوید، خداوند متعال از هر قطره وضوع اون ملکی را می آفریند که این ملک تسبیح می کند و تقدیس می کند و تکبیر می گوید و ثواب تقدیس و تسبیح و تکبیر اون ملک از آن کسی است که وضو گرفته. به دو سه بخشش اشاره می کنم، باقیش انشاءالله برای روزهای بعد. محمد ابن حنفیه می گوید آب رو خدمت حضرت آوردم، دستهای مبارکشون رو ابتدا شستند، فرمودن بسم الله و بالله، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، سپاس از آن خدایی است که آب را پاک آفرید و آب را نجس قرار نداد. سپس آب را در دهان مبارکشون مزمزه کردند، فرمودن اللهم لقنی حجتی یوم القاک و اطلق لسانی به ذکرک و شکرک، یعنی خدایا کمکم کن اون روزی که به ملاقات تو میام قدرت دفاع از کارهایی که کردم داشته باشم و کمکم کن که ذکر و شکر تو رو دائما بر زبان خود داشته باشم. بعد حضرت آب رو در بینی مبارکشون استنشاق فرمودند، عرضه داشتند اللهم لا تحرم علی ریح الجنه، خدایا بوی بهشت رو بر من حرام مگردان، وجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها، مرا از کسانی قرار بده که از بوی نسیم بهشت و از بوی عطر بهشت برخوردار هستند. و سپس آب بر صورت مبارکشون ریختند و این جمله رو گفتند اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، خدایا اون روزی که روحها سیاه می شود صورت من رو سفید بگردان، ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، خدایا اون روزی که یه عده رو سفید میشن من رو سیاه نباشم. این فرمایش حضرت اشاره است به آیه 106 و 107 سوره آل عمران که خداوند فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، اون روز روزی است که برخی ها رو سفید خواهند شد و برخی رو سیاه. پروردگارا همه ما رو در اون روز از روسفیدان محشر قرار بده و همه ما رو در جوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه مهمان بهشت برین بگردان، به حق محمد و آله الطاهرین.